اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. جانم فدای ایران چون تا شعار ما شد در چارسوی عالم این افتخار ما شد. در سرزمین جاوید غارتگران رسیدند با پنجه‌های خونین پیراهنش دریدند انبان ثروتش را از خاک ما ربودند در دست غیر دادن. اینها خودی نبود چون غزه کعبشان بود بر دامنش نشستند دلهای اهل ایران با کارشان شکستند حزب خدایشان را ابلیس راهبر بود لبنانشان وطن بود ایرانشان گذر بود گفتان امام راحل حب الوطن حرام است آزار هرچه ملی است ما را ره و مرام است هر کو که عشق ایران جان و جهان او شد مرتد فطری است او چون کفر او عیان شد هم غزه گفت و لبنان هم مصر خانه اش شد هم در عراق روحش مذهب بهانه اش شد فرزند صیغه‌ای شد ایران جاودانه با زخم‌های دیرین می‌خواند این ترانه من خاک ماندگارم در هر زمانه پیدا ققنوس بی زمانم خاکسترم هوه علیرضا نوری‌زاده 11 ماه آوریل 22 فروردین ماه دوشنبه به شما سلام حضورتون عرض کنم توی این هفته توی ویکند اتفاقاتی افتاد که لازم است بهش اشاره بکنم منتها وقتی من توی این شعر براتون میگم که اینا سرزمینشون ایران نیست بی دلیل نمیگم همیشه حرفامو با مدرک میزنم برای که نگیم فلانی نشست و همینجوری حرف زد نه من هرچی میگم سعی میکنم مستند منم در کنارش باشه مدرک منم به شما ارائه میشه در ایران بحث الان بر سر این گوجه فرنگی هم دیگه پیدا نمیشه مشکل گران اما تا دلتون بخواد در عراق پیدا میشه اونم به صورت مجانی از طرف مقام معظم رهبری برای شیعیانی که روزه میگیرن گفت روزه به کمرت بخوره این از سفره مردم ایران دزدی شده اگر همتی بود در مردم عراق رد میکردن این هدیه خونین رو این هدیه خونی سید علی آقا برات خیلی برنامه دارم امروز امیدوارم نوکرات ضبط کنن بدن ببینی چون این ساعتها که جناب عالی برنامه گعدت با آقای ولایتی اهل از این تماشاها نیستی ولی امیدوارم بدن ببینی چون خیلی برنامه برات دارم اول بریم عراق مراسم توزیع هدایای مقام معظم رهبری از سفره خالی مردم ایران نگاه کن رمضان لا یعنی شی فی دولت ایران عینو رمضان کریم ایرانی طیر الجنس علی الشعب شوفو
دروا حول الدول العربية شو شلون ورمضان عندنا شلون الوادم يكون ما تاكل برمضان هسه دزنها خلي العالم يشوف شوف طماطة وكل شي طاير علينا هنا میگه برین کشور عربی ببینید چه ما رمزونی دارن ما اینجا این ولی خدا پدر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای رو بیامرزه که برای ما تماتم گوجه دادن چیزهای دیگه دادن که شما بخورین تو سفره افراد اکاش فقط این بود سید علی آقا انقدر علاقه داره به اینکه امام المسلمین بشه انقدر علاقه هیچ کم قبولش نداره کنسولگریش رو تو بصره آتیش زدن تشریف بردن و پول فرستادن از جیب ملت دزدیدن که چیکار کنن در مقام حضرت زهرا که پیکر از زهرا اونجا دفن نیست قلابی اومدن یه مزار درست کردن جس جور بشه امام دوازدهم هم که چاه دارن تو سامرا بنابراین جس جور یه امام هشتم اومده مشهد اینا رو گرفتار کرده ولی خب اونم یه دکون بزرگ براشون درست شده ولی چهار تا امام هم که تو بقیه هم که کار نمیتونم بود. حالا تشریف بردن اونجا با میلیون ها دلار کتابخانه درست کرد خیلی خوبه آدم یه کتابخانه درست کنه مورد مراجعه دانشمندان باشه محققین دانشجویان ولی کتابخانه درست کردن 128 جلد کتاب مجلسی بهارالانوار 15 دوره لغت‌نامه ده خدا هست؟ نه تاریخ مشروطه هست؟ نه کتاب‌های دولت آبادی هست؟ نه احمد محمود هست؟ نه کتاب‌های عربی اشعار نزار قبانی هست؟ محمود درویش هست؟ نه نوحه‌های زینب کبراست اینم کتاباشون شما فقط این منظره رو مشاهده کنید تا برای که سید علی آقا بلرزه به خودش بعد از اون یه منظره دیگه هم از یه مدرسه در وطن براتون نشون بدم. اول بریم کتابخونه رو ببینید که نماینده مقام معظم همراه چهار تا نوکر دیگه دیدید نماینده مقام معظم در پاکستان ماهی 200,000 دلار میگرفت که آبروریزی شد و معلوم شد پولشویی هم میکنه 200,000 دلار در ماه اون نمایندهش محسن عراقی که اینجا بود 72 تا خونه خرید برای نوه خالش هم که 3 ماه بود خونه خرید با حقوق بازی یه نفر از این بروکرها رو گرفته بودن پول بهش میدادن میرفت براشون مورگیج میزد بالا و همینجوری خونه خرید عراقی از لندن رفت میلیاردر بود وقتی اومد اینجا گلاگوشته 100 پوند تو جیبش بود حالا الانم که رئیس چی شده که بین مسلمانان آشتی بده خود این مرده که میره رو منبر به خلیفه دوم ناسزا میگه این دار و تقریب رو باید اداره کنه حال کاری نداره بریم و براتون کتاب خانه رو نشون بدم در عراق نه تازه در این رو نگاه کنید با حضور نماینده مقام معظم رهبری در عراق و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کتابخانه بزرگ صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف افتتاح شد تا افتخاری دیگر به نام جمهوری اسلامی ایران در تکمیل بازسازی عتبات عالیات ثبت شود کتابخانه بسیار مدرن طبقات متعدد کیفیت ساختمان به شکل جدید و اقسام بسیار زیادی داره 6 سال ساخته شده و با کمک مهندسین ایرانی و تبرعاتی که مردم داشتن و همچنین با مساعدت عتبه علویه به این نقطه رسید ساختمان 3700 متری این کتابخانه شامل 5 طبقه است یک طبقه آن مختص پژوهشگران و دانشجویان است یک طبقه ویژه زنان و دیگری ویژه نابینایان و خط بریل و ما بقیه طبقات هم برای مرمت و حفظ نسخ قدیمی و خطی است ملاحظه کردیم حالا دستتون رو میگیرم میبرمتون کجا سرزمین رستم سرزمین دلاورانی که در روز حالا پیروز رژیم خبر داد که بله یک ریگی دیگر هم اعدام کردیم کشت بکش نتیجه کشتارا رو هم خواهید دید روز به روز بر غضب مردم میافزایید
مردمی که نانشون رو مصادره کردید تو عراق پخش میکنید، مدرسه بچه هاشون، سید علی آقا نگاه کن امروز خیلی باید کار دارم، مدرسه بچه های بلوچستان رو نگاه کن. دانش آموزا پایه اول ماه، الان هوا نسبتا خوبه، ولی زمستان به نظر شما این دانش آموز با این سن کوچیکش، من میتونم اینو بیرون بذارم؟ میتونم بیرون بذارم مثلا بشینه بیرون درس بخونه؟ اساسا زیرانداز ندارن دانش آموزای من که روش بشینن تو خاکا، اصلا کفشی، لباس خوبی، کیفی، لوازم تحریر اصلا هیچی ندارم. ما اصلا نمیتونیم از امسال پایه اولمون تدریس کنیم. بار جدیدی که از لندن از هرود برای نوتون آوردن خالی کنید و نگاه کنید برای نواهاتون، بعد به فکر این بچه ها باشین که پاپوش ندارن، رو انداز ندارن، رو سنگ نشستن و درس میخونن و درس میخونن درس میخونن که چی بشن؟ که علی یونسی و امیر حسین مرادی بشن. نگاهشون کنین وقتی برنده شدن مدال طلا گرفتن، نگاهشون کنین. شما که نمیدونید من چه دسته گلهایی رو دعوت کردم به برنامه، کسایی که یک افتخار بی نظیر برای ایران آفریدن، مدال خوشرنگ طلا. نه دیگه، این دست نقره‌ای بود، دست طلایی بزنید براشون بی زحمت. خیلی کار بزرگیه. ما البته در طول تاریخ نجوممون سرآمد جهان بوده دیگه، از حکیم عمر خیام مثلا حساب کن تا الان ما منجمان بزرگی بودیم. اصل دغدغه همون اینه که واقعا باید حمایت از المپیادیا بیشتر بشه. حالا هم بحث سهمیه ها هستش که خیلی سالای قبل حتی بدتر هم بوده، و اینکه مثلا اینکه الان فرض کنید که الان ما قهرمان جهان شدیم، خب شما این قهرمانی نه اصلا مدال برنز توی رشته ورزشی اگر داشتید، خیلی هم حمایت معنوی، هم فرض کنید که حمایت. این پسرم و مرادی دومین سال زندان و شکنجه شونه. سید علی آقا نگاه کن دستاوردهای حکومت ننگین تو، نگاه کن که تاریخ از تو چگونه یاد خواهد کرد. شاید مهم برات نباشه بگی من الان سلطان مسلمم، من هارون و رشیدم، بر تخت نشستم، نوکرامم ولایتی و یحیی رحیم صفوی و شیرازی و بقیه و جلوم آقای حدادیان و گلپایگانی و اسخر حجازی راست میشن زمین ادب میبوسن. مهم نیست، نوکرم در عراق کتابخونه افتتاح میکنه. اما ای کاش نوکرت در بلوچستانم برای این بچه های سقف ایجاد میکرد. 1500 میلیارد دلار نفت فروختید، تو شکم حسن نصرالله کردی و تو شکم اسماعیل هنیه و دار و دستای نوکرت و نخله و غیره اصحاب اهل حق. انتخابات عراق برگزار شد، تمام برنامه‌هاشون درسته، اجازه نمیدین دولتشون رو تشکیل بده. صلح یمن شروع شده، رئیس جمهوری یمن کنار رفت که دیگه شرطی نباشه بگن تو مانعی. کوشن حوثی ها، شما نمیذاری. حوثی ها پیغام داده بودن ما میایم، شما نمیذاری. روز شنبه بود خبر شدم که شهبانو به بیمارستان رفت، خیلی ناراحت شدم. پرسجو این ور اونور و به هر حال خبر رسمی رو ایران فردا اولین تلویزیونی بود که پخش کرد، جمال خبر رو به من رسوند و ما اولین تلویزیون بودیم که این خبر رو پخش کردیم با نگران. البته بعد آقای آتابای توضیح دادن که نه، خوشبختانه چیز سختی نبوده و شهبانو بر میگرده. وقتی ایشونم اومدن یه پیام دادن، این پیام با هم یه دور گوش بود. از همه شما هممیهنان عزیز که به دلیل عوارض جانبی دارویی در بیمارستان بستری بودم، با مهربانی جویای حال من بودید، صمیمانه سپاسگزارم. خوشبختانه روند درمان
به خوبی پیش رفت و امروز عصر بیمارستان را ترک کردم. به امید پیروزی نور بر تاریکی و آزادی ایران زمین. واقعا فکر کن آدم بانوی اول ایران چنین شخصیتی بود. حالا نگاه کن زن رئیسی. آدم وقتی این بانو میرفت سخنرانی میکرد در مجامع بین‌المللی، حالا خیلی ها چشون رو میبستن نمیخواستن ببینن، ولی واقعا وقتی این بانو صحبت میکنه آدم احساس میکنه مادر ایران لیاقتش رو داره، شایستگیش رو داره که مادر ایران باشه. رژیم هم بلا فاصله نوکراش زدن تو سایتو که طرف رفت تموم شد پلان. خوشحال شدن دیگه. هر یکی از ماها که میفته اونو خود بیشتر خوشحال میشه. ولی سید علی آقا روز افتادن خودت باور کن نوکرات نمیدونی چه بشکن و بالا اندازی میکنه. نمیدونی نوکرات چه میکنه. میگه نه همین رئیسی رو الان نگاه کن. تصدیق 6. ببین چه چرندیات و دروغ‌هایی داره به ملت میگه. گوش بده. برای چند صدومین بار اعلام میکنیم صنایع هسته ما ماهیت صلح‌آمیز دارد. نمیخواهند بشنوند و نمیخواهند اعتراف کنند. مانعی ندارد. عدم اعتراف اونها و عدم اعلام اونها باعث توقف کار ما نخواهد شد. ما همچنانی که اعلام کردیم کار رو دنبال میکنیم. در مذاکرات هم حقوق ملت ایران همواره باید مورد احترام همگان باشه. ما برای حفظ حقوق ملت ایران در صنایع هسته‌ای یک گام عقب نشینی نخواهیم کرد. ما 2-3% تجهیزات و امکانات هسته‌ای دنیا را داریم، اما 25% ظرفیت آژانس انرژی اتمی مربوط است به نظارت و بازرسی از صنایع ما. چرا؟ راستی از چه می ترسند؟ اونها از سلاح می ترسند یا نه؟ سخن در استقلال است. اونها از استقلال جمهوری اسلامی وحشت دارند. برای چند صدومین بار اعلام می کنیم صنایع هسته ما ماهیت صلح‌آمیز دارد. نمی خواهند بشنوند. برای 1700 بار ما اعلام می کنیم شما دروغگویین. چون دروغگویین دنیا به تو اعتماد داده. چرا 25% از توجه و اهتمام آژانس روی شماست؟ برای که 700 دفعه مشتون رو گرفتن. دروغ میگید. فوردو رو درست کردید یواشکی، غنی سازی کردید 60-90% یواشکی، رو زمینتون اورانیوم پیدا کردن کامیون فرستادی پاک کنی، فکر کردید میشه. آخه آخوندید دیگه، گندکاریتون رو روش خاکستر میریزید فکر میکنی پاک میشه. بوی گندشو چی کار میکنی؟ لباس بو گندتون رو چی کار میکنی؟ اتمیتون هم همینطور. ما اعلام کردیم شما پدر ملت ایران رو با برنامه اتمیتون در آورد. اون خدا بیامرز برنامه اتمیش منظم بود، دقیق بود. آقای دکتر اعتماد میگه در پس ذهنمونم این بود که تکنولوژی ساخت بمب رو داشته باشیم، ولی نساخت. درها هم باز بود، آژانس هم مراجعه میکرد، هیچ مشکلی هم نداشتیم. دو شرکت بزرگ آلمانی و فرانسوی، زیمنس که اولش بود، این نیروگاه رو در سال 1360، یعنی 3 سال بعد از نکبت خمینی، قرار بود به ما تحویل بده. رفت تا سال 1380 چند میلیارد اضافه پول به روس‌ها، میلیاردها ضرر به خاطر سنگشنا، فقر ملت به خاطر سنگشنا. سید علی آقا همه به نام تو نوشته میشه. تو اگر ذره ای درایت داشتی، ذره ای عقل داشتی، اون وقت که خمینی گفت اینا به درد نمیخوره، میرفتی جلوش میایستادی و میگفتی نه به درد میخوره، ما باید حفظش کنیم.
با دنیا سر جنگ نداشته باشیم، دنیا با ما را میاد. ولی تو پس کله همه شما رهبری جهان اسلام بود. تو چاره آذربایجان قبولتون ندارن، شما میخواستید ولی امر مسلمانان جهان بشید. آقای خامنه یه روز بیا بیرون از خونت، 1000 تا هم گارد بذار، بچرخ از اونجا بیا پایین، برو تو سپه، برو تو همون محوطه، از مردم سوال کن آیا شما برنامه اتمی میخوان؟ آیا من سید علی خامنه ای رو ذره ای به من محبت داری؟ همون که میپره دستتو میبوسه به این امید که پولی بهش بدی، توی دلش داره ناسزا به بزرگ و کوچک. آقای خامنه ای بترس، بترس. حکومتی درست کردی، زشتی، بوی گند، لباس کثیف، قیافه ژنده و آلوده رو ترغیب میکنه. این نماینده تو و امام جمعه مشهد و پدرزن بلا نسبت رئیس جمهوری توست که ببین راجب مسواک چه میگه. در روایت داریم روزه‌دار قبل از افطار مسواک نکند، به خاطر اینکه فرشتگان از بوی دهان روزداری که در حال صیام است لذت میبرند. دقت کن، یعنی میگه این دهان تو که بوی گند میده به خاطر اینکه ساعتها غذا نخوردی، دهانت بسته بوده، مسواک نکن. حال لزومم نده خمیر دندون روش بذاری که بوی گند بده، مسواک خالی رو با آبم بزنی و دهانتو با آب بشویی، فرشتگان لذت می. غلط کردی، فرشته کیه؟ فرشته کجاست؟ این افسانه ها رو به کله مردم فرو میکنید که مردم از بهداشت دور باشن. چقدر مردم اینا دندوناشون خرابه؟ به خاطر نسخه هاییست که امثال این مردک نادان شکم پرست شکم گنده نسخه رو میپیچه. در هر کشوری بود آقای علم الهدا رو میفرستادن از یک الاغ نگهداری کنه، چون به هر حال به هم خیلی ترکیبشون میخوره. یه الاغ چاقم بهش میدادن که هم هیکل خودش باشه. بله، برو از این الاغ سرگینش رو بگی، تمیزش کن، قشو بکن که قشنگ به هم دیگه نسبیت داریم. دامادت هم وردست میذاشتی توی طویله. حالا دامادت رفته تو کاخ نیاوران و تو هم تو کاخ احمد آباد و این حرفا هم داری به ملت میزنی، شرم بر تو باد. حالا برای کنترل اینترنت لایحه رو بردن مجلس. اینقدر این لایحه بد و زشته که حتی این وکلای قلابی، این وکلای بفرموده، حتی اینا صداشون در میاد، هی میفرستن بیرون اصلاح کنید، تعدیل کنید، دوباره بفرستید. حضرت آقای علم الهدا، متخصص قانون اساسی، متخصص قانون بین الملل، آگاه به شؤونات اینترنت، عالم سایبر، ببینید چه میفرمایندشون. بابا توی این مجلس و توی این دولت چقدر شما مقاید امروی وروبر کنید تا این فضای مجازی رو کنترل کنید؟ شورای عالی فضای مجازی به فرمان مقام معظم رهبری چند سال تشکیل شده، اما آفتاب لگن 7 از شام و نهار هیچ. یه ارتباطات پهناور در کشور با این دروازه عظیمی که به روی دشمن باز شده که دشمن با همه قدرت بیاد در این فضا فعالیت کند، مجلسی هم که هر روز یه افسانه ساز میکنه. یه روز میگن طرح سیانت، من میگن طرح سیانت قبول نیست، طرح تنظیمگرایی، تنظیمگرایی هم زیر سوال. آخه چرا اینقدر معطلی؟ منتظر چی هستید؟ تا کجا میخواد دشمن برسه؟ میخواد دشمن دیگه چیکار کنه تا شما به فکر بیفتید این فضای مجازی رو اصلاح کنید؟ بابا خطره، دشمن آمده تا بیخ گوش ما، نه، دشمن آمده تا حلق ما. آقا معلومه من تو حلق تو اومدم، حلق تو میکشم بیرون. تو آدم فاسد، تو آدم فاسد صد صیغه‌ای،
تو آدمی که خانه فحشا تو مشهد درست کردی، گریبانتو میگیرم، پوستتو میکنم. و همون مشهدی ها این کارو خواهند، اینقدر غیرت دارن. تو همون شاندیس که میری پنجشنبه میفتی، همونجا یقتو خواهند. فکر میکنی مردم میگذرن؟ مردم این مصیبت ها رو دیدن، مقایسه میکنن زمان، نگاه وای ولیان که اینجا بود چی بود مشهد، مشهد چه وضع روزی داشت زمان ولیان و امروز به کجا رسیده. مردم اینو میبینن، مردم یادشونه، مردم تمام این مسائل رو بررسی میکنن، نگاه میکنن که چه خبره. آقای علم الهدا، پس گردنتو میگیرن، پوستتو میکنن. هی دروغ بگو به مردم، هی به مردم دروغ بگو، هی بیا این حرفا رو بزن. از اون بدتر، پیروز مشتری‌زاده درود به تو، وقتی که حرفای راجب امیر عبداللهیان زد، هیچ کدوم دیگه جرئت نکردید، چون وزیر خارجه قاسم سلیمانی بود شما جا، ولی پیروز مشتری‌زاده گفت، برای اینکه ایرانیه، برای اینکه به وطنش علاقه داره. حالا فکر کن آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه رژیم، اینا همشون هم از حقوق مردم میگن. اون رئیسی میگه ما نمیگذاریم یک ذره از حقوق ملت ایران. ببرید صدا رو، شما دشمن حقوق ملت ایران هستید، شما اید که ملت ایران رو استثمار کردید، ثروتش رو غارت کردید، بچه هاشو کشتید و به زندان انداختید. آقای امیر عبداللهیان با آمریکا میگه آقا نکنید این کارا رو، چرا حرفاتون رو تغییر دادید؟ اول حرفشو گوش بدید تا من پس کله اونم بزنم که آدم به اینا، آدم بهشون نیستن. ولی ببینید چه میگه. اگر واقعا این پیام های مکرری که آقای بایدن ارسال میکنه که حسن نیت داره برای لغو تحریم ها و توافق در میگن و بازگشت به برجا، اگر این صحت داره، به جای این که در ماهای گذشته 3 تا 4 بار برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی رو تحریم بکنن، بیان یک مورد از تحریم ها رو با یک فرمان اجرایی به عنوان به نشانه حسن نیت لغو بکنن. البته رفت و آمد پیام های ما به صورت نان پیپر از طریق نماینده اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد اروپایی ادامه داره. ما به صراحت به طرف آمریکایی گفتیم که سنگ اندازی نکنید و کارشکنی نکنید و باعث تأخیر در رسیدن به توافق نشوید. الان اون چه که وجود داره این که ما در کجا قرار داریم به مشکلاتی برمیگرده که بین ما و طرف آمریکایی وجود داره. طرف آمریکایی در 2-3 هفته گذشته زیاده خواهی هایی رو مطرح کرد، علارغم این که متن بخش زیادش مورد توافق قرار گرفته بود، اما پیشنهاداتی رو طرف آمریکایی مطرح میکنه که در تعارض با برخی از بندهای متن هست. و در حوزه لغو تحریم ها هم اونها گاهی اوقات خارج از چارچوب مذاکراتی که انجام شده، علاقمندن به طور یک طرفه یک شروط جدیدی رو مطرح بکنن و اعمال بکنن. این روحیه اعمال تحریم های یک جانبه ای که در این سالها واقعا شاید فقط خانومش و بچه هاش رو فریب بده، چون برای همه آشکاره. آقای جو بایدن میخواست به شما لطف کنه، سپاس رو از فهرست تروریسم بیاره بیرون، کنگره نگذاشت، وزراش مخالفت کردن، بزرگترین فرمانده نظامیش گفت نه، مطبوعاتش گفتن نه، نمیتونه این کار رو بکنه. جو بایدن بعد از خیانت افغانستان این خیانت رو نمیتونست بکنه. این مرد تو این 2 سالی که مونده من نمیدم چی کار خواهد کرد. شاید اوکراین به دادش رسید، گویی که خودش در همین ماجرای اوکراین نقش اصلی داشت، میتونست جلوی این ویرانی رو، ولی خب میگه ویرانی به نفع ماست، کمپانیای ما میرن میسازن دیگه، اب نداره. خیلی دردناکه. حالا به اوکراین هم میرسم هنوز. ولی آقای امیر عبداللهیان میگه اونا شرطا رو تغییر ندادن،
شرط رو تغییر نده. شما چهار نقطه داشتید مشکوک، آژانس انرژی اتمی گفته، یکیشو معاون رئیس جمهورتون هم گفته، یکیشو کلیر شده، سه تا دیگه موده تا آخر خرداد. بعد اومدن گفتن که بخشی از پولای ما آزاد میشه. این همون پولای کره بود که اینا جلو جلو اسکناس چاپ کردن خرجش کردن، پول نیومده. و اینا به امریکا گفتن آقا ما داریم خفه میشیم، ذهنیت نشون میدیم تو لبنان، توی یمن، یه مقدار پول به ما برسونین. خلاصه ایالات آقای خامنه ای تو لبنان و تو عراق و تو یمن و اینا گرسنه، بده در راه خدا. یادم هست یه گدایی بود چهارشنبه ها تو کوچه ما میمد، اون وقت که جاده قدیم بودیم کوچه پار، از سر کوچه که میمد صدا شد، من عاجزم، من عیالوارم، بده در راه خدا کمک کن، شب چهارشنبه است. حالا شب چهارشنبه چه فرقی با شبهای دیگه داشت من نمیدونم. من عاجزم، من عیالوارم، کمک کن. اینم دستشون اینجوری درازه. آقای جو بایدن سر جدت، ما عاجزیم، عیالواریم، یه قرون به ما بده. این نوکرامون حاق حاق میکنه، اگه ندیم وقت فوش میدن به ما، تو عراق به ما فوش میدن. امروز اگر حاید جان نازنین بود 80 ساله میشه با پسر و دختر عزیزش. حاید رفت اما صدای جاودانش رو برای ما گذاشت. ام کلثوم 80 سالش بود رفت و صدای جاودانش رو گذاشت، ولی هایده جوان بود، خیلی جوان بود. و روزی که رفت همه شوکه شد. یکی از ترانه‌هاش که من خیلی دوست دارم با هم میشه، تکرار ناشدنی. یعنی من چی بگم؟ آخه شعر رو نگاه کنید، شعر اردلان چقدر زیباست. عزیزترین سوغاتی قبار پیرهنت. و اون وقت ترانه حیدری و ناصر جان چشم‌آزرم هم تنظیم کرد. یعنی این ترکیب دیگه زیباتر چی میتونه آدم باشه؟ والله همیشه به یادتیم هایده، هایده تکرار نشده. و واقعا افسوس میخورم که این رژیم جهل و جور و فساد اومد، این عزیزان مجبور شدن از کشور خارج بشن، اون امکاناتو نداشتن، اون دریا رو که تو اون دریا شناور بشن. حوضچه کوچولو بود، ای داد بیداد بر ما چه گذشت، نسل من و تو و پیش از ما و بعد از ما چه گذشت. دیروز تو کلاب هاوس بودم، این جوان ها که اومدن حرف می زدن متأثر می شدم چه کرد خامنه ای و خمینی با سرزمین ما، چه بلایی بودن این فتنه ها که بر ایران زمین عزیز ما چاپ. فاطمه سپهری بانویست که من خیلی بهش احترام میگذارم، بسیار. زنی که شوهر شهید میشه و به دندون میگیره بچهش و خانواده‌ش و لحظه ای از آزادی خواهی دست نمیکشه. اینا رو یادمون باشه. یک بانوی سنتی ایرانی ساکن مشهد، زندانم میره، حسرت آخ رو به در سید علی میگذاره و به دل تمام نوکرانی که داره، به دل همشون، اون علم الهدای چی بهش بگم، جاهل جاهلان، برادر زندانه، برادر مرخصی قرار بوده بودن نبودن، برادر آزادش که افتخار میکنم باهاش صحبت میکردم. بریم ببینیم فاطمه جان سپهری چی بود. سلام، امروز 20 فروردین هست و برادرم از ابتدای اسفند ماه سال 1400 تقاضای مرخصی کرده بود. 11 فروردین میان میگن ابلاغیه داری که این تقاضای شما رد شده توسط دادستان و قاضی ناظر زندان و همون افرادی که بودن، ستاد محترم رسیدگی به جرائم حرفه‌ای، مثل اینکه اون ستاد همچین نامی داره. روز 11 که میاره مأمور ابلاغ به نام حسنی به برادرم
میده امضا میگیره، میگه خب یه برگه به من بدین، میگه نه ما برگه به شما نمیدیم، فقط ابلاغ شد به شما. برادرم میگه اگه میشه برای من یه کپی بدین، و همونجا درگیر میشه حسنی و برمیگرده به برادرم میگه من متاسفم که تو یک زندانی سیاسی هستی، اگر عادی بودی میدونستم با تو چه کار کنم. و با اینکه مدیر داخله، حفاظت زندان، مسئول بند 6-1 اینا همه بودن، امیر پاسبان، رحمان نصری، نمیدونم حسن دلیجانی، اینا افرادی که اونجا مسئول هستن، اونا هم حضور داشتن. و بعد از اینکه با برادرم درگیر میشن و برادرم رو به دیوار میکوبن، دستشو میتابونن، با اینکه برادر من در دیماه و بهمن سال گذشته 30 جلسه آوردن برای فیزیوتراپی که دستشو آسیب زده بودن، در دو نوبت که برادرم رو کتک زدن تو بندای دیگه در سال 98 و 99. بعد از این جریان برادرم رو همون روز 11 فروردین میبرن به بند انفرادی، بندی که اعدامی ها رو اونجا میبردن. برادرم میگه من الان مدت هاست اینجا بودم، میدونستم که کنار بند ما بند اعدامی ها هست که یک شبانه زودتر اونجا میبرن و هست طرف باز داشته. و میگفت بسیار جای بدی بود، دو شبانه روز که اصلا نتونستم حتی یک قطره آب بخورم، بس که محیط بد بود، بوی متعفن زیادی داشت، هوای بدی داشت، نورای زیادی داشت، فنش زیاد صدا میکرد و امثال اینا. میگفت خیلی بد بود، خیلی جای بد بود. و ما حالا فهمیدیم که قبل از اعدام هم ببین چه محیطی رو برای اون اعدامی فراهم میکنن و طرف روز قبل به چه جایی منتقل میشه و قرار فرداش اعدام میشه. و ما پیگیری کردیم، رفتیم پیش آقای تصور این شاید برای خیلی یادتون مشکل باشه، اما فکر کنید انسانی رو میخوان جانش رو بگیرن. من کاری به جرم و اینا ندارم، چون من اصلا با اعدام مخالفم. اون مرد بزرگ مام جلال طالبانی حاضر نشد حکم اعدام صدام رو امضا کنه، گفت من وکیلم، من در مجامع بین‌المللی با اعدام مخالفت کردم، چطور بیام این حکم رو امضا کنم؟ درود به فاطمه سپهری و برادر بزرگوارش. یه اعتصاب دیدم، تظاهرات دیدم، فوق‌العاده بود و این باید امسال ادامه پیدا کنه در تمام کشور. سید علی خامنه‌ای نباید بتونه بخوابه، هر شب باید بشینه نوکراش بیان گزارش پیش بده. اعتراض بازنشستگان شرکت کیان تایر و تامین اجتماعی، نگاه کنید. استعفا کنی یه نگاه نکن و رد شو، ماشین تو نگرد و پیاده شو بپیوند. مگه این آدم ها از سلامت و زندگی و از آزادیش و همیشی نگذشتن؟ تو هم یه ذره احساس مسئولیت کن، 5 دقیقه کنارش بیست، هیچ اتفاقی برات نمیفته. 5 دقیقه بیست. طرف به من میگه چون شما اون کلاب هاوسی که میری اسمش براندازیه، مردم میترسن بیان. به خدا دروغه، هزاران میان. چرا نمیترسن؟ آقا دیگه از این حرفا گذشته، نترسید از این رژیم، این هیبت پوشالیه. 20 روز 20 میلیون نفر در ایران تو خیابون، رژیم پر، رژیم پر، اینو مطمئن باشید. روی مبانی تجربه و خوندن و دانش و دیدن و پژوهش دارم بهتون میگم، روی هوا نمیگم بهتون. شما فکر کنید سید علی خامنه‌ای
30 ساله منفورترین رهبر جهان زلنسکی توی یک ماه، کمتر از یک ماه، میشه محبوب ترین رهبر جهان. آقای بوریس جانسون که همراه جو بایدن و آقای مکرون صداش میکردن که آقا پاشو بیا نمون اونجا میکشنید، تیاره میفرستیم پاشو بیا لندن و پاریس و واشنگتن. حالا آقای بوریس جانسون میره به دیدنش خازعانه و راکعانه. این مرد بزرگ دلاور در برابر استالین پوتین ایستاده. دیگه به من میگو آقا اینقدر نگو به پوتین، اینقدر تو نگو، اینا تمام وسائل سم و اینا رو دارن. گفتم نوکراشون تو ایران از این کارها کردن، من از اینا نمیترسم. بریم به دیدن مرد بزرگ زلنسکی و دیدارش با آقای بوریس جانسون. Remont is a watch. Yes, Remont is a watch. You know, Remont is a watch. Yes. Я такий радий, Борис, forever great Britain. Це капець, який я радий. Скажи, що ми вдячні будемо до кінця свого життя. He said, Boris, that thank you. Дякую. Дожми, дивіться. Борис. Я радий, я такий радий вас бачити. Я люблю Британію, вона рятувала нас. Я, мої діти, мої внуки, будемо про це пам'ятати. Це буде жити крізь століття, ці спогади. Ви нам дуже потрібні. Всі це знають. It's nice to meet you and it's been our privilege to help you. Have a remarkable president. Mr. Zelensky, who's done an outstanding job, and we simply wish to keep supporting the people of Ukraine for as long as it takes. Дякую, Борис. Я ніколи в житті не мрію вас зустріти. Це найкраща зустріч в моєму житті. و پوتین که در کارنامه سیاهش سیاه‌ترین چپتر و فصل رو ثبت کرد، ببینید با اوکراین آباد آزادی که به سوی پدرش به سرعت میرفت جلو، جنایت جمهوری ولایت فقیه در سرنگونی هواپیماش با 167 یا بیشتر مسافر، اونم در خاطرش ثبت شد و جواب جمهوری ولایت فقیه رو خواهد داد. شما یادتون باشه روزی که این سید علی آقا، حالا هست یا نیست من کاری ندارم، ولی مردمی رو میبینه که به پا خواستن، همون زجر و دردش خودش یه مقدار از خنک میکنه دل مردم، مردم آرام میکنه. مردم به یاد میاره به خاطر حکومت او که گوجه و خیار و گوشتش رو به عراق میداد، او در به در بود و سالی یه بار نمیتونست گوش برای بچهش بده. داروشو به یاد میاره. کامیون برای حزب الله میفرسته. خدایا اینا چه جوابی خواهند داد به خدا اگر خدا رو قبول داره. به هر حال یک منظر دیگه هم نگاه کنیم که آقای پوتین در اوکراین چه کرده. من نگاه کنم.
بله تلخی، آدم نمیدونه چیکار میکنه وقتی داره. خب اول براتون از پاکستان بگم، خیلی مهمه. عمران خان مجلس رو منحل کرد، ولی مجلس عمران خان رو برکنار کرد. خیلی جالب بود نگاه میکردم نمایندگان طرفدارش اومدن بودن. عمران خان بیش از بقیه حمایت از طالبان کرد. طالبان رو در مجامع بین‌المللی معرفی کرد، میگه آقا چرا شما راجع به حقوق بشر حرف میزنین؟ این ملت افغانستان همینه، این ملت مسلمان است. و از این چرندیات میگفت و فکر اینو نمیکرد که این مردم بابا مثل بقیه انسانهای جهان نفس آزاد میخوان بکشن. آقا این چیه که شما برمیگردید میگید که نخیر این مردم همینه که هست؟ شما چرا میخواین برای مردم ارزش اضافی قائل بشید؟ واقعا دردناک بود. و من اصلا باورم نمیشد که یک نخست وزیری که تو انگلیس بزرگ شده بود، بازیکن مشهور کریکت، داماد گولد اسمیت شده بود، حالا جدا شده از زنش جمانا، بعد این آدم بره در اونجا و این مواضع رو بگیره. واقعا آدم افسوس میخوره چرا پاکستانیا لیاقت نداشتن که بیان و یک دولت ملی درست وقتی پرویز مشرف اومد نگرش دارد. در فرانسه هم که در جریان بودی، آقای مکرون و خانم ماری لوپن رفتن به دور دوم. ولی این جالب بود که حزب اولتراچپ 20% میره، حزب سوسیالیست 2.5% 3%. واقعا سوسیالیست ها گند زدن. ولی آدم یادش میاد که چه روزگار شابان دلماس و اون زمان ها رو به یاد میاره. حالا با شاهید صحبت میکنم، تفصیلات رو برامون بازگو خواهد کرد. و هر روی فرانسه هم منتظر 2 هفته دیگه است تا تکلیفش معلوم بشه. و به نظر من حتما این اتفاقاتی که خواهد افتاد تأثیری در منطقه هم خواهد داشت. تو منطقه یمن الان موضوع اوله. مسئله بعدی انتخابات لبنانه. چه خواهد شد؟ آیا لبنان میتونه با این جانورای حزب الله و دیگرانی که اصلا واقعا یه انتخابات آزاد برگزار؟ نجیب میقاتی تلاش میکنه. بازگشت سفیر عربستان و لبنانی ها استقبال کرده. مفتی لبنان گفت ما واقعا استقبال میکنیم که کشورهای حاشیه خلیج فارس سفراشون رو بر میگرده. سفیر کویت هم برگشت، حالا امارات هم احتمالا بر میگرده. و اینا خب هرچه بیشتر حزب الله رو در فشار قرار میده. حزب شیطان به جمهوری اسلامی مستظهره و به حمایتهاش، و بنابراین هر غلطی دلش میخواد میکنه. خب فضای لبنان خیلی فضای بدیه برای جمهوری اسلامی. چمدون پولا رو بردن به نوکراشون دادن هار بشن و برای انتخابات در واقع پول تبلیغات داشته باشن. حزب شیطان باز 4-5 تا از آدماشو به عنوان نامزدهای ملی معرفی کرده. دست در دست نبی بری فاسد و اینا با هم میخوان انتخابات رو برگزار کنن. خب به من گفتن به پایان وقت رسیدم. ایران سر بلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته. اجازه نوریزاده تا فردا، همه شما در پناه پرورده.